بیننده های عزیز و گرامی، ادامه برنامه استرالیوار هست و خوش آمدین. ممنون از اینکه برنامه استرالیوار تماشا میکنین. ما مهمان داریم در این بخش برنامه، جناب آقای عبدالرحیم فیضی مهمان ما هستند و میخواییم درباره کرابیه که همانا فعالیت جناب آقای فیضی در این بخش و در این راستا هست معلوماتی کسب بکنیم و اوضاع بازار کرابیه فعلا در این روزها چگونه هست و چگونه خواهد بود، انشاءالله در آینده فصل برداشت از او هست یا نه، میشنویم انشاءالله. بیننده باشین، سلام، خوش آمدین، وقت شما بخیر. وعلیکم السلام، بخیرین، سلامتین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تلویزیون جهان اسلام. سپاسگزارم، مجدد خوش آمدید میگیم شما جناب آقای فیضی گرامی، خوشحالم که همچنان در خدمت شما هستیم. قبل از او بخواییم درباره خود کرابیه صحبت داشته باشیم، امیدوارم که در کل زندگی برای فقه مراد بچره. خواهش میکنم، بنده فقیر عبدالرحیم فیضی هستم، یکی از دکاندار در خوش. سپاسگزارم جناب فیضی صاحب. خب چقدر خوبی که یک معلوماتی درباره خود کرابیه و بازار فروش و استفاده از او برای ما و دوستای عزیز داشته باشیم. خواهش میکنم، موضوع فصل کرابیه که انشالله تی یک ماه دیگه الی 20 روز دیگه حاصلات کرابیه انشالله به دست می آید و بعضی گپای دوردست هست که یک تعداد سل برده، تعداد بارش ها زده و اینا. الحمدلله که امسال کرابیه زیاد شده و به واقعیت سال قبل مردم تا 2100 افغانی، تا 2200 افغانی، تا 2900 اینا خریداری کرد و چیزی رفت و خارج و چیزی مون. فعلا هم حضوران که فعلا مقدار کمی از سابق بوده و فعلا که به دست آمده زیاد کم کم آمده، فعلا مقدار 1000 افغانی فعلا معامله میشه، یا 1000 افغانی یا 2500 متر معامله به اساس کیلو یا من؟ نه، اساس من که 4 کیلو میشه، 4 کیلو عبارت از 4 کیلو یک من میشه. بسیار خوب. جناب فیضی صاحب، درباره حاصلات از او گفتین که یک ماه یا نهایتاً 20 روز بعدی برداشت خواهد شد. چی موقع فصل کاشت از اونه و معمولا آیا همین فصل فصل برداشت از او هست یا خیر فرق میکنه؟ فصل کاشت که یعنی تقریبا دو سه ماه پیش کاش میشه. امی دو سه ماهی که پیش کاش میشه فعلا حاصل تایی 20 روز دیگه به دست میاد انشالله. یعنی امیدواری است که انشالله این فصل فصل بار الحمدلله، سال خوب، سال باران، سال زیاده، همه کشاورز ما انشالله خدا کند شاد باشم، بالخصوص که حاصل کرابیه برمیدارم از اطراف. این تنها به اونه میشه، گرچه به بدون از کشت دیمم میشه که خیلی دیمه، فقط از باران الهی، رحمت الهی به سرزیر میشه بالای ازو کشت که از حاصل ازو به دست میه انشالله. تا 20 روز دیگه انشالله به دست میه حاصل. بله، خیلی عالی. پس از کاشت تا برداشت از اون مدت زیاد در بر نمیگیره دیگه؟ نه نه، انشالله خیلی مدت حاصل زود رس، خیلی زود رسه. حاصل زود رس هم هست، حاصل نازک هم هست که اندک تیز او حاصل، یعنی میتونه که یک چیزی بیاشه، اشاره بیاه اور بگیره، اشاره به توسط اشاره یا توسط یک چیز باشه، خیلی چیز نازکه کرابیه، یه چیز نازکه، میتونه توسط اشاره یا چیز دیگه باشه او خود خود از بین بره، فرسوده شه. بالاخره امسال معمولا یعنی همه کل در کل همه کشتا و اینا زیر فیه. بله، پین بازارهای بله، امیدواریم که روز به روز به هر حال بازارها بهتر شده بره و تا که همتون عزیز ما در هر بخشی که مصروفن، مشغولن، زندگی خوب بچرخه برای از اونها، کاروبار از اونها خوب باشه. جناب فیضی صاحب، آیا حالا همین سر صحبت باز شد دیگه از کاشت، از این کدام مناطق ایرات حالا بیشتر کرابیه کاشت میکنن؟ آیا معلومات دارین؟ آیا مناطق خاصی نیاز آب و هوای خاصی نیاز تا که کرابیه رشد بکنه یا خیر؟ بله، چری معمولا به اطراف می ایراد کسته، بیشتر اطراف اولسویلی ها میشه، مثلا اولسویلی زندجان، قوریان، دیگه سایر اولسویلیات، مثلا رباسنگی اولسویلی سمت ترغوندی و این سمت بایغسا، و مثلا خیلی قریه داره مثلا اطراف بایغس، خیلی اولسویلی های جوانده مثلا بایغسه،
کلن در کل به او ولایت ها اونا ولسویل البته بخشیم ولسویلیا زیاد میشه و سای خود ایراد کم میشه و زیاد اوی میکارم مثلا خیلی کم میشه یعنی در اصل کل کریبیه که میایه از اطراف میایه کل از اطراف ولسویلیا های بایقس و کجا پس دسترنج همتون های عزیز ما که حالا مدت زمان از قسمت کاشت و برداشت از او زحمت میکشن و نتیجه و حاصل از او میارن و به فروش میرسن. بله بله چری امیالی یک کس بالاخره از ما تماس داریم به بایغیسا تماس داریم مثلا به زود طرف ها غور و چخچرون و چیز میشه من بولن یک مناطق امی فعلا همی برانه که سر این مردم امی سیلاب آماد یعنی ایمار کم ایمار داریم که یک گرچه کم بعضی مناطق میگم سیل زبد و اینا بودک ما از الله میخواییم که انشالله موت خود خداوند گفت که به بنده خود ما روزی میده انشالله همو از الله مطال میخواییم که امی خداوند به سر امی ملت و امی مردم و امی شریف و اینار انشالله امی خوب فراهونی سرازی شه حاصلات الحمدلله خیلی زیاده مثلا این سال گندم زیاده جو زیاده ماش زیاده همه چیز زیاد انشالله باز ما از الله میخواییم که این مردم یک آرامش یک امنیت یک دیگه انشالله دارم و بیشتر داشته باشن انشالله انشالله از موارد استفاده کرابیه بگین جناب فیضی صاحب برای چی استفاده میشه معمولا معمولا کشت کرابیه که هست یک چیزی هست که انشالله ای به کل دنیای میشله بله مثلا این کرابیه به تمام کشورها میره مثلا از این ادویه جور میشه از این برای قضا استفاده میشه شاید برای درو استفاده شه شاید برای خیلی به موارد زیاد انشالله از این استفاده شه خیلی کشت خوبیه یعنی واقعیت تجارت خیلی خوبیه اهلیه که مردم از این مثلا دیغان کاسبکار مثلا مزدورکار از این همه کس به فیض میرسه بله بله خیلی عالی خیلی عالی یعنی تو حتی میره به خارج میره به دوبه میره به هند میره تمام کشورها انشالله این میره و از استفاده میشه و کشته خیلی کشته خوبه پس همین لحظه ما از خود شخصا ولایت هرات هم صادرات داریم در ولایات که بمانه تا به خارج از کشور بله چرا بله 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 حتما داریم دیگه و کمی از پارسال مردم کمی تهوندار شد که از پیشیمان مثلا از 2000 افغانی پیشیمان 1900 مان 1600 مان حال 1000 افغانی دیگه بازم این کار الله دیگه کاری الله دیگه بازم دعا میکنه که انشالله همو کشت و همو فراونی که انشالله برکت به می خانواده و زندگی و همه انشالله بیایه انشالله دقیقا و امیدواریم که اون قسمی که شما فرمودین اگر گوشه و یا بخش خدای نکرده متضرر شدن باز از یک قسمت دیگه بتونن همو ضرر جبران بشه و فراوانی بشه و به نحوه او خساراتی که متقبل شدن تبدیل به خیر و برکت بشه بله انشالله بله چرا چون امو کشت کرابیه خیلی یک حاصل گرچه وقت شما کمه معذرت یک حاصل خیلی حاصل خوبیه بیشتر هم عرض کردم به شما که یعنی واقعیت امو کشت کرابیه یعنی همه کس از او فیض الحمدلله الحمدلله به فیض میرسه کشتی هست که یعنی واقعیت کشت خوبه کرابیه خیلی کشت منظمیه کشتی که هست همه کس از این شالا از همه مهمتر اون ویژگی که قبلا هم بیان کردم زود حاصلات از او برداشت میشه از کاش تا برداشت از او زمان زیادی نمیگیره در مقابل سایر ادویجات و گیاه هایی که کاشت میشه و برداشت میشه مدت زیادی در بر میگیره اما کرابیه خیلی کم بله بله چون کرابیه کشت زودرسیه جناب استاد که کرابیه یک کشت زودرسیه باز دیگه کشتای زیاد است مثلا کنجت یا دیگه موادی که کش میشه اونا کم دررسه دیگه کرابیه که هست انشالله این زودرسه جناب استاد داخل چای هم استفاده میکنن کرابیه چه بله 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 چای کرابیه چای کرابیه دیگه واقعیت خیلی اما چون چای کرابیه تا این چای تم و چیزا که هسته خیلی واقعیت خیلی خوبه طعم چای کرابیه خیلی طعم خوبه البته که... ما گفتن همونه شخصا خود من برای اولین بار چند روز گذشته چای کرابیه خوردم خیلی خواهش میکنم خواهش میکنم چون کرابیه در اصل همه چیز به خوردن استفاده میشه شاید خیلی موارد کم باشه که این تو حتی به می اولادایی که مثلا به دنیا میه امو کرابیه میگم ما جوش میدیم کو تفل میدیم به ساعت و تفل فایده میکنه و
دیگه به کل همی بالاخره وجود انسان این مواد فایده میکنه. چور کیوی که بالخصوص خیلی هم عالیه، سراسر فایده ده. صد شاید صد شما شخصا چای کرابی دیگه به جای از چای های داخل بازار فقط چای کرابی بخورید. یاره به بازار که چور کرابی میخوریم، داخل خونه هم کوشش میکنیم که از این مواد ان شاء الله استفاده کنیم. کرابی بسیار خوب، بسیار خوب ان شاء الله دیگه برای شما مهیای دیگه به نحوه. باشه جناب آقای فیضی گرامی، در کنار کرابی یا کدام اجناس دیگری هم هست فروخته میشه یا نه فقط وظیفه شما و فعالیت شما در بخش کرابی هست؟ در کل که ما به کسم ما امو الفی گفته میشه، مثل کرابی مثل کنجد امی توگی و ارزان و امی شمی ها که هسته، مثل امی مواد کش میکنی مواد خوراکی کمتر باشه و مواد امی مثل امی ارزان و امو توگی و امی چیزهایی که ما کس میکنیم امینا رو استفاده، امینا رو کار میکنیم انشاءالله دیگه بود روزی حلال رو میخواییم به دست بیاریم از توسط امی اصل انسان. اصل موضوع امی بحث روزی حلال جناب فیجیب هر فردی که حالا اگر فعالیت رو انجام میده وظیفه ایر پیش میباره امو هدف از او به دست آوردن روزی حلال، ای که ما چقدر در کار خود صادقیم و چقدر راستگاریم، نتیجه از دور مطمئنن اگر خوب هم باشیم میگیریم حالا نتیجه بهتر، اگر خدا نکرده کدام تخطی در کار خود انجام بدیم دیگه نتیجه منفی از دورم میبینیم. خواهش میکنم، من گرچه به می کسب خود انشالله کوشش میکنم شاید به تلویزیون شما دیگه ما مصاحبه داشته باشیم در رابطه دیگه کار و دیگه موضوعات انشالله من به بخش امی دوکندری و الفی و امی کار که انجام میدیم ما سعی کوشش میکنیم که همون جنسر یک جنس صحیح منظم و اهلی به مردم انشالله تحویل بدیم و بالاخره تحویل بگیریم. باور کنیم، کوشش میکنیم که ما تا گودم ما مثلا یک کم میرز در دکان ما میرز شاید گردش باشه، امون ما روادار نیم که به یک برادر مسلمان او خودی همو گرد و چیز غبار برای زو تحویل دیم، نه یک کارگر یک شاگرد چیزی میندازیم میگیم همون تو قلب برزن صحیح سالم پاک تمیز به زو بابا تسلیم دیم، ام الله رزی ام بندای الله رزی انشاءالله کش میکنه که کار کسی بی الله رو پاک تمیز دقیقاً. بله وقتی که حالا همین موارد در نظر گرفته بشه به نفع خود کسب کارم هست، در هر کسب هر شغل که مصروفه وقتی اعتماد جلب شد و به نحو آنطور که شایسته و از جمله ویژگی های یک کسب کار خوب و موفق انجام داد مشتری هم جذب میشه، به نحوه در کار و فعالیت خود هم موفقه. امیدواریم که شما هم خوب بدرخشین در کار خود و روز با روز پله‌های بلندتر رو ببینیم و در جایگاه‌های بهتر قرار بگیرین. جناب فیضی سید خواهش میکنم استاد گرامی که ما به این برنامه دعوت کردیم و از ما بنده فقیر دعوت کردیم، یک جان سپاس و تشکر. قبل از اینکه حالا با شما خداحافظی بکنیم میخواییم که از خاطرات شما در این شغل کسب شما بشنویم. طبعا سالیان زیاد میشه در این بخش شما فعالیت دارین، حتما با دوستای زیادی سر خوردین، اتفاقات زیادی برای شما افتاده، میخوایم از بهترین لحظات خود در این کار و در این شغل برای ما بگین. در این کار شغل ما انشالله که همه کار خاطرات خوبی انجام گرفته انشالله، همه در اصل زندگی همه خاطرات جناب استاد عزیز دقیقاً. بله همه خاطرات امورات زندگی کاری یعنی کسب و کارها اینا همه خاطرات خوب و زیباه، ولی در اصل موضوع برزیم خاطره امسال از اینه که فعلا کمک وضعیت امی جنسا همه ظرفیه ما کم امیت مردم البته یک کمی نگرانم بله. که میگن چهره مثال اوته شد چی شد، این کار اللهه. در اصل همه زندگی و همه کاربار همه خاطراته. امسال خاطرات مولا مثلا جنسا چهر پین اومد، این به فکر خود زن خودم جا میده که مولا پارسال من چرا تون کدم، چرا مثلا این کربیر به 2000 افغانی آل 1000 افغانی چرا در تون کدم، کنجد مثلا چرا خریدیم چقدر تون کدیم، مثلا امو کربی امو چیز ارزان و امو توکی اینا رو خریدیم چرا ارزونه. خب خیره والا آدم فایده هم میکنه گاهی وقتی مفاد هم میگیره تاون هم میکنه. در اصل مسلمان باید همه در اصل همه به فکر ازی باشه که همه روزی ما رو الله میده دقیقا، همه روزی ما رو الله میده، همه کاروبار ما دست اللهه. در اصل موضوع همه کار کسبی خاطرات همه خاطراته جناب استاد دقیقا،
همی که من مثال امروز این سال تاون کدم ای پیش مزین ماست از دیگه سال میگم اولا پارسال با بیلا خیلی اولا تاون کدم خیره انشالله خدا بزرگه که انشالله همه کار باز کار شما در کل حالا تمام شغلایی که با مردم سر و کار دارین امکان داره روزانه با افراد مختلف مفکورهای مختلف اتفاقات مختلف مقابل بشیم و به این برمیگردیم که چقدر حالا صبر و حوصله داره یک کسب کار یک دکاندار. بله بله او از اون نگاه دیگه واقعیت عالیه به صفحه تلویزیون شما از خود خود تعریف کنم که من چقدر در قبال همی حوصله و فکر همی تجارت و همی معامله که هرچی میگیم دکانداری یعنی واقعیت تحمل و بردهبری و صبر و حوصله ما الحمدلله در مقابل انسانهای همه انسانها خیلی واقعیت خیلی خوبه. اگر یک کسب کار، یک دکاندار، یک تاجر، یک معاملگر در هر بخش که هسته صبر و حوصله نداشته باشه نباید توقع از این داشته باشه که حالا او رشد و پیشرفت هم بکنه، باید در همون ابتدا به نحو به اصطلاح اون فرش و قدر جمع بکنه. وقتی که صبر و حوصله و بالاخره پایداری داشت او وقت دیگه نتیجه خوب و مطلوبی به دست میاره. بله بله بله. یک کسب کار از اول ابتدایی که کسی میره به دکانداری میره چون هر کسبی که باشه فرق نمیکنه جناب استاد، باید حوصله فرد دکاندار و فرد یک معاملگر خیلی دلو از او خیلی دل از او کلان باشه. یک دلیسینی کلان داشته باشه. یک نفر فرد میاد مثال میگه همی بارور میخره باز منزن به دو روز بعد میخواه بیاره پس بگه می پشیمون شدم، باز اون نفر دیگه چی میگه همو احترامانه و همو مؤدبانه پیسی از اون بده بگه معذرت خیلی بینیم که این مال مار ها وردیم و پس ما به داخل گودام یادگان گذاشیم، خیر اگه تاون کرد و بالاخره همو جنس تاون کرد و دیگه کردی تاون تعمل از این به انشالله به دوشه میباشه. یک دکاندار، یک فرد یعنی کاسب کار باید خیلی دلسینی کلان داشته باشه. وقتی موقعی به کاسب کاری میره هر کس باشه، هر کس تجارت باشه، معامله باشه، دکانداری باشه، هر کسی باشه به یک کسب خوب باید خیلی تعامل داشته باشه، مهارت داشته باشه، خیلی یعنی تعامل با فرد معاملگر و فرد هر کس میایه باز خیلی برداشتای خودی از او یک برخورد خیلی نیک داشته باشه. دقیقاً. ممنون شما جناب فیضی صاحب. اگر کدام حرف و گفتنی باقی مانده باشه پیام داشته باشین از شما میشنویم. خواهش میکنم دیگه انشالله پیامی و گفتنی ندارم. یعنی بازم مجددا از شما سپاس جان تلویزیون جان اسلات سپاس که ما رو دعوت کردیم به این برنامه و بنده فقیر انشالله صاحب از اینو گرید. بخیر باشین و تشکر میکنم از شما بیننده های عزیز و گرامی برنامه اثری و ممنون از این که برنامه امروز ما رو تماشا کردین. امیدوارم از داشته ها مطالب و بخش هایی که تقدیم حضور شما شد مستفید شده باشین. شب و روز شما خوش. تا برنامه بعد الله حافظ و نگهدار شما باد.